واقعیت انکار ناشدنی فرار سرمایه ها به بازار مسکن ترکیه پس از اون فرار سرمایه هایی که داشتیم به بازار مسکن امارات و همینطور گرجستان موضوع روز شده. امروز سر صفحه خبر رسید در به دست من که ایرانی ها در صدر خریداران خارجی خانه در ترکیه در سال گذشته میلادی بودند. اتباع ایرانی با خرید 7189 واحد مسکن در سال گذشته در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه بودند که خبر خوبی نیست. به همین منظور دعوت کردیم از آقای مرتضی چگونیان، کارشناس به نام ملک و املاک، که در این زمینه با ایشون گفتگوی کوتاهی داشته باشیم و تحلیل ایشون رو گوش کنیم. آقای چگونیان، چگونه میتونیم ما از این وضعیت خارج بشیم که مردم مرتب نرن سرمایه رو خارج نکنن و به کشورهای همسایه مثل ترکیه خرید نکنن، خانه خرید نکنن؟ چیه موضوع؟ درود بر شما آقای جمشیدی نازنین و مردم کشور عزیزم ایران. انشالله که شاد باشید و دلم دیگران هم شاد بکنید. خدمت شما عرض کنم متاسفانه هر روز خبرهای بد و بدتری از این قضیه سرمایه گذاری از کشورهای مختلف از جمله ترکیه میرسه که جدیدن اداره مهاجرت استانبول متاسفانه ورود افرادی که حتی خونه اجاره کردن در واقع به خاطر مسائل توریستی یا خرید خانه کردن برای اقامت در دو منطقه فاتیح و اسنیورت، اگر که تلفظ ورود اتباع خارجه، اصلا کاری به ایرانی هم نداره، ورود اتباع خارجه رو به این منطقه در واقع ممنوع کرده. این در واقع زنگ خطریه برای افرادی که خریدهای خارج از ایران و سرمایه‌گذاری های ملکی خارج از ایران انجام میدن، سعی بکنن به هر جهت جاهایی که مطمئن هست سرمایه‌گذاری بکنن. متاسفانه توی این حوزه طرف با باباش دعواش میشه، میره مثلا خیر بچه‌شه تو کوچه میگیره. الان اینا هم متاسفانه همینطور شدن و باعث سوخت سرمایه مردم عزیز ما میشه که متاسفانه بالاترین آمار خرید رو در کشور ترکیه دارن. این مطلب ممکنه ادامه دار باشه و مناطق دیگه‌ای هم در ترکیه این حرکت رو اداره های مهاجرتش این قوانین رو تصویب بکنه که حالا منتظر خبرهای بعدی باید بشینیم. یه مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، متاسفانه نایب رئیس اتحادیه املاک تهران آقای عقبایی رو شنیدیم که دستگیر شده که امیدواریم مسئله خاصی نباشه. گفتگو با مرتضی چگونیان، کارشناس ملک و املاک، رو شنیدید و خبر دادن که حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک هم دستگیر شده که تعقیب میکنیم ببینیم که خبر به کجا کشیده. اما امروز در مقابل بورس، شرکت بورس در سعادت آباد تجمعی شده بود و سهامداران اعتراض میکردن به ریزش های شاخص های کل در چند روز اخیر و امروز هم شاخص کل بورس با 36989 واحد فریاد اونها رو بیشتر کرده، بلندتر کرده. خبری رسیده که بازدهی بازارها بازم با همه این تفاصیل، خود بورس با 140% در همین سال اکنون در سال جاری از اول سال تا دی ماه در صدر بازدهی قرار داشته و پس از اون بازار سکه یا طلا بوده و پس از اون بازار مسکن و در آخر بازار ارز بوده. کاهش قیمت ارز و طلا هم امروز ادامه داشته. دلار به 21500 تومان و یورو به 25980 تومان رسیده و هر قطعه سکه طلا در کف بازار به 9,911,000 تومان برای اولین بار پس از چندی ماه از 10 میلیون پایین اومده. غیر از این هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم امروز 6 دلار کاهش داشته، به 1834 دلار رسیده و هر گرم طلای 18 عیار هم امروز 941575 تومان و 4 ریال قیمت داشته. وزارت رفاه امروز یک خبر داده که 82% واحد هایی که به تملک بانک ها در آمدند تعطیل شدند.
بانک‌ها واقعا در این زمینه‌ها دارن جنایت میکنن نسبت به تولید. با این تعطیل شدن 9318 کارگر بیکار شدن. این از اقداماتی است که کارهای غیر کارشناسانه بانک ها انجام میگیره. این بانک ها هم به طمع فروش اون زمین این کارخونه ها این کارا رو میکنن که وزارت رفاه گفته نباید اجازه تغییر کاربری زمین واحدهای واگذار شده را میدادیم، ولی معلوم شد که دادن. معاینه فنی تاکسی ها از امروز به مدت یک هفته رایگان هست که برای رانندگان تاکسی خبر خوبی است. آقای اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور هم امروز نمیدونم چرا گفته مصوبه اخیر مجلس، یعنی اینکه اول شورای نگهبان رئیس جمهور را انتخاب میکنه و بعد مردم به او رأی میدهند. همینطور آقای ترکان، چطور مگه شما غیر از این انتظار داشتید؟ مگر انتخابات مجلس رو ندیدید و انتخابات دیگر رو؟ خبر دیگری هم رسیده که محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی در ترکیه دستگیر شده. غیر از آقای اکبر ترکان، آقای جواد ظریف هم حرفای بامزه‌ای زده در گفتگو با همدلی. ایشون گفته پس از پایان مسئولیتم میتوانم واقعیت رو بگویم. دست شما درد نکنه، پس از پایان ماموریت شما واقعیت دیگه به در چی میخوره؟ و ایشون گفته اگر نامنگاری هایم منتشر شود میبینید که گاه از برخی منتقدین هم تندتر انتقاد کردم. آفرین به شما. اگر ما هم افکارمون تو خونه هامون به زبان بیاد بگیم که ما از هر معاندی هم معاندتر هستیم. در این صورت این نشد. شما اگر منتشر بکنید افکارتون رو یا نوشتهاتون رو ارزش داره. وقتی منتشر نکنید اصلا منتقد نیستید. نمیخواد تندتر باشید. انتقاد شجاعت میخواد. آقای جواد ظریف، کسی میتواند انتقاد بکنه که همین الان حقایق رو بگوید. منتظر برکنار شدن، منتظر بازنشسته شدن نباشد. اما حق رأی ایران در سازمان ملل به خاطر 16 میلیون دلار به حالت تعلیق در آمده و وزیر خارجه انگلیس دومینیک راب هم گفته تلاششون برای آزادی نازنین زاغری رو تشدید کردند و تشدیدتر خواهند کرد. بلومبرگ هم گزارش داده لغو تحریم‌های نفتی ایران در اولویت‌های پایین دولت بایدن قرار دارد. این برای کسانی است که خیلی دلخوش هستند که بایدن فردا پس فردا سر کار میاد. مسائل زیادی را آقای بایدن داره که موضوع تحریم‌های نفتی ایران در اولویت‌های پایین قرار داره، اینطوری که بلومبرگ گزارش داده. اما آقای احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه تهران طرح مجلس برای نابودی اسرائیل رو مضحک خوانده. ایشون گفته مجلس از اظهارات جمال عبدالناصر و تاریخ جنگ‌های 6 روزه عبرت بگیرد. اگر اونایی که به خاطر ندارن بگوییم که جمال عبدالناصر رئیس جمهور نظامی مصر قبل از جنگ‌های 6 روزه از این شعارهایی که مجلس ما می‌دادن مرتب می‌دادن، می‌خواستن اسرائیلی‌ها رو بریزن تو دریا، ولی در عرض 6 روز جنگنده‌های اسرائیل کل کشور مصر رو با شکست روبرو کردن، غیر از اون سوریه و اردن رو هم به هم چنین. و بعد این آقای احمد دقیق‌زاده گفته این مجلس مایه شرمندگی ملت ایران هست. روزنامه جمهوری اسلامی هم امروز در سرمقاله خودش با عنوان مزرعه‌های سرخ به مسئله چینی‌ها و استفاده از برق ایرانی پرداخته، گفته چرا چینی‌ها با برق ارزان ملت باعث خاموشی خانه‌های مردم می‌شوند. این روزنامه گفته مدیریت کلان اجرایی کشور باید به این سوال اساسی پاسخ بدهد که چرا چینی‌ها در چند نقطه کشور با استفاده از برق ارزان این ملت موجب خاموشی خانه‌های مردم و
و وارد شدن خسارات همه جانبه جانی و مالی با آنها شدند. این روزنامه اشاره کرده درباره مزارع رمزارزهای چینی ها در چند نقطه کشور که کوس رسوایی آنها زده شده.